ماجراهایی که طی چند ماه گذشته اتفاق افتاد که باعث شد بنده از خدمتگزاری شما عزیزان به صورت این توفیق قدم گرفته بشه و فاصله بیفته. خب از یه سم این جدایی مطلوب نبود، نه برای من نه برای حتما برای شما دوستان عزیز، اما درس‌های بزرگی گرفتیم و خودش یک میدان آزمایشی برای همه ما بود. دوستانی که میخواستن ضربه بزنن ضربه بزنن، دوستانی که میخواستن خیلی متشکر میشیم. اگر کسانی میخواستن ترک بکنن ترک کردن، و دوستانی که قرار بود و میبایستی دوستانی که پشت در این میکده به شروع شوق افتادن و خم می هم به جوش آمد و منتظر بودن که در واقع می آماده بشه و جامی از این می و شراب رحمت الهی بنوشن، مشتاق‌تر شدن. یعنی در واقع یک میدان آزمایشی شد. خب لازمه این حرکت بود و عدو شود سبب خیر. در واقع ما همدیگر رو پیدا کردیم، در واقع ما متوجه شدیم که چگونه باید همدیگر رو داشته باشیم. شاید اگر این جریان اتفاق نمی افتاد، ما صرفا به صورتی سطحی تر به ماجرا نگاه می کردیم، اما این مدت ما کمک کرد را بدونیم که مفاهیم معرفتی و الهی باید عمیق‌تر کرد و باید جز زندگیمون باشه و جز وجودمون باشه، که الان من احساس میکنم که همینطوری شده و محور وجودی ما که توی مباحث ترم نه و اینها هست، تو بحث موسیقی هست، تو بحث حالا بحث‌های مختلفی اینها رو داریم، این ماجراها باید تا اون حد پیش بره و جزء لاینفک وجود ما بشه. خب من تبریک میگم به شما دوستان عزیز که واقعا بحث معرفت رو انتخاب کردید و از این سمتم خوشحال هستم که محور این یا عاملی که چی میگم باعث شده در واقع منبع خیر شده که ما در واقع بیشتر راجع به موضوع معرفت الهی صحبت کنیم. حالا این قرعه هم به نام من اصابت کرده و من میتونم این خدمتگزاری رو به عهده داشته باشم. به صورت میدونم که دعاهای خیر شما، اینو بدونید که اقراقی میگم، دعاهای خیر شما باعث شده که بنده الان حضور داشته باشم، چون در واقع توطئه‌ای رو که چیده بودن و مسائلی رو که ردیف کرده بودن خیلی از این ماجراها مفصل‌تر بوده که شما خبر دارید و در واقع به یه شکل دیگه به این ماجراها نزدیک شده بودن. ولی خوشبختانه جریان ما یکی از دست نخورده ترین جریانات است که در سال گذشته شما میشناسید. تمام جریانات مختلف با اثار مختلفی دستخوش مسائل و ماجراهایی شد، ولی جریاناتی جریان برحال عرفان کیانی یکی از دست نخورده ترین تا این لحظه یکی از دست نخورده ترین جریاناتی است که به قول قوه الهی با دعاهای خیر شما به اصطلاح پابرجا مونده و انشاءالله با اون ایمانی که شما عزیزان به دست آوردید، من مطمئنم که از حالا به بعد این جریان به صورت دیگری خیلی عمیق‌تر
و با کیفیت‌تر به حرکت خودش ادامه میده. چون هممون متوجه شدیم که در واقع ارزش و اهمیت این ماجرا چقدره و از حالا به بعد من مطمئنم که شما دوستان عزیز به عنوان پیشاهنگان معرف به شعور الهی گام‌های بزرگی رو برخواهی داشت و راه رو برای نسل بعدی هموار خواهید کرد. اون کاری که گذشتگان برای ما نکردن، برای ما انجام ندادن و این بار به دوش شما افتاده و خوشبختانه شما هم تا این لحظه بهترین بچی تونستید حفظش بکنید.